پلیس پاکستان میگوید در حمله به اتوبوسی در کراچی بزرگترین شهر این کشور دست کم 43 نفر کشته شدند در حمله به این اتوبوس که حامل حدود 60 نفر از پیروان اسماعیلیه بوده حدود 20 نفر نیز مجروح شدند گزارش شده که شش مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت اتوبوس را محاصره کردند و سپس آن را به گلوله بستند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرده و دستور بررسی آن را داده است. همچنین ژنرال راهیل شریف فرمانده ارتش پاکستان به کراچی رفته است. بر اساس گزارش ها پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جندالله از گروه های وابسته به طالبان پاکستان است. یک سخنگوی این گروه گفته است که قربانیان این حادثه کافر و غیر مسلمان بودند او تهدید کرده است که این گروه حملات بیشتری علیه شیعیان و مسیحیان انجام خواهد داد گفته می شود بیشتر مسافران این اتوبوس را زنان و کودکان تشکیل می دادن. مهاجمان توانستند به راحتی از صحنه فرار کنند 20 درصد از جمعیت پاکستان را شیعیان تشکیل میدهند که بخش عمده از آنان از پیروان اسماعیلی هستند این اقلیت شیعه در پاکستان بارها هدف حملات افراط گرایان سنی قرار گرفتند در ماه ژانویه بر اثر حمله به یک مسجد شیعیان در سند پاکستان 60 نفر کشته شدند در ماه مارس یک حمله انتحاری در نزدیکی دو کلیسا در لاهور باعث کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن دست کم 80 نفر شد چند روز بعد در حمله به نماز جمعه در کراچی دوازده نفر از مسلمانان مجروح شدند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سهشنبه 22 اردی بهشت در سخنانی تند خطاب به کشورهای عربستان سعودی و ایالات متحده گفت اگر از رسیدن کشتی حامل کمک های بشر ایران به سواحل یمن جلوگیری یا برای آن مزاحمتی ایجاد کنند چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعا از دست آنها خارج خواهد شد آقای جزایری هشدار داد خیشتنداری جمهوری اسلامی حد و ای دارد و در صورت ممانعت از رسیدن کشتی کمکرسانی آنها باید منتظر اقدامات دیگری باشند سخنان این فرمانده نظامی درباره ایجاد مزاحمت برای کمک رسانی ایران اشاره است به بمباران فرودگاه صنعا توسط جنگنده های عربستان سعودی به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای باری ایرانی که دو هفته پیش رخ داد ایران به شدت به بمباران فرودگاه صنعا اعتراض کرد و کاردار عربستان در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند این در حالی است که ژنرال احمد اسیری سخنگوی ارتش عربستان گفته بود که هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا با اعتلاف منطقه‌ای هماهنگ نکرده بود استیو از سخنگویان پنتاگون خطاب به رهبران ایران هشدار داد که اگر قصد دارند محموله ای تسلیحاتی را در این کشتی پنهان کنند باید بدانند که این اقدامات راه به جایی نخواهد بود یکی از مقامات دفاعی آمریکا بدون افشای هویتش به سی گفته اطلاعات به دست آمده از کشتی ایرانی نشان می دهد که تسلیحات در آن وجود ندارد اما با توجه به اسکورت این کشتی توسط کشتی های جنگی نگرانی ها به قوت خود باقی است به گفته استیو وارن تصمیم ایران برای حفاظت کشتی حامل کمک های بشر با کشتی های جنگی کاملا غیر ضروری است آقای جزایری حاکمان عربستان را افراد تازهکار خواند و گفت این کشور در حال انجام جنگی نیابتی از طرف آمریکایی ها و برخی قدرت های سلطگر اروپایی و سهیونیسم بین الملل در یمن است بنا به گفته مسعود قاضی میرسعید کاپیتان کشتی اعزامی توسط ایران که کشتی نجات نامیده شده است این کشتی هم اکنون در حال عبور از دریای عمان است و در ادامه مسیر خود وارد شمال اقیانوس هند شده و به سمت خلیج عدن و تنگه بابل المندب ادامه مسیر خواهد داد این سخنان آقای جزایری در حالی ابراز شده است که آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست که کشتی ایران شاهد را به جای یمن به سمت جیبوتی هدایت کند جیبوتی محلی است که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است ایران ناوگروه سی و چهارم ارتش خود متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر را روز 19 فروردین برای مأموریتی 90 روزه به خلیج عدن و تنگه باب المندب اعزام کرده است و به گفته مقامات نظامی ایران این ناوگروه وظیفه حفاظت از کشتی ایران شاهد را بر عهده خواهد داشت سخنگوی پنتاگون میگوید که مسیر صحیح برای ارسال کمک های بشر به یمن از بندری در جیبوتی میگذرد و این محموله باید به دست کارکنان سازمان ملل برسد سرهنگ سیوارن در نهایت تأکید کرده که هر مسیری غیر از این خطا است ناوگروه سی نیروی دریایی ارتش ایران تنها چند روز قبل به بالگردها هواپیماها و ناوهای آمریکا و فرانسه که قصد نزدیک شدن به ناف شکن البرز و ناو لوجستیک بوشهر را داشتند اختار داده بود آمریکا در هفته های اخیر ناو هواپیمابر یو اس اس روزولت و ناو موشک انداز یو اس اس نورماندی را به آبهای اطراف یمن فرستاده است همزمان با این تحولات احمد اسیری سخنگوی اطلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است هر کشتی که بخواهد وارد آبهای یمن شود باید از مقامات دولت یا اعتلاف اجازه بگیرد تنش بر سر اعزام کشتی ایرانی به یمن در حالی بالا گرفته است که آتش بس موقت در یمن از دیروز آغاز شده است منابع العربیه روز سهشنبه اعلام کردند آتش بس موقت در یمن بعد از ظهر سهشنبه به مدت پنج روز در این کشور برقرار می شود همزمان با اجرای آتش بس اسماعیل اولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن وارد صنعا شده است حسن روحانی و فعاد معصوم رؤسای جمهوری ایران و عراق صبح امروز در تهران دیدار و گفتگو کردند. آقای روحانی گفته است عراق یک کشور واحد و متحد است و کسانی که آن سوی دنیا نشستند و برای آینده عراق خوابهای آشفته میبینند با آنها میگوییم که ملت عراق ملتی واحد است. آقای روحانی گفته ثبات و امنیت عراق برای ایران بسیار حائز اهمیت است و ایران آماده است در راستای حفظ ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم هر مساعدتی را که دولت عراق بخواهد انجام دهد. آقای روحانی در دیدار با رئیس جمهوری عراق همچنین گفته است ما امروز برای همکاری های بیشتر در زمینه اتصال راه آهن، اتصال بزرگ راه ها، تردد مسافران، تردد کالا و همچنین در زمینه همکاری های بیشتر در خصوص مسائل انرژی، نفت، گاز، کشاورزی و صنعت گفتگو کردیم. آقای روحانی درباره تحولات یمن نیز گفت امروز رویت بسیار وخیمی می را در یمن شاهدیم و افزود باید کمک هایی به یمن انجام شود و آتشبس فوری به معنای واقعی کلمه در یمن برقرار گردد. رئیس جمهوری ایران گفته است مسئله یمن دیگر مسئله منطقی و سیاسی نیست بلکه مسئله انسانی است. فواد معصوم شب گذشته در رأس هیئتی عالی رتبه در پاسخ به دعوت حسن روحانی و برای نخستین بار از زمان حضور خود در کاخ ریاست جمهوری عراق در جریان سفری دو روزه وارد تهران شد سوی نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت مورد استقبال رسمی قرار گرفت رئیس ستاد عراق در وزارت خارجه ایران درباره این سفر گفته است این سفر در استمرار مشورت هایی که میان مقامات دو کشور ایران و عراق وجود دارد انجام می شود. این مشورت ها در طول سالهای گذشته وجود داشته ولی اکنون با شدت و جدیت بیشتری دنبال می شود. در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرده است، سخنگوی وزارت ارشاد از جمعوری برخی از کتاب ها در نمایشگاه توسط نهادهای دیگر انتقاد کرده است. صبح امروز آقای خامنه ای در شبستان عمومی مسلای تهران که محل برگزاری نمایشگاه است، با ناشران و غرفداران دیدار و گفتگو کرده است. سال گذشته آقای خامنه ای از بازدید از نمایشگاه خودداری کرد که از سوی ناظران به عنوان اعتراض وی به افزایش صدور مجوز کتاب ها در دولت حسن روحانی تلقی شد. در همین حال حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد گفته است مداخله مستقیم نهادهایی غیر از وزارت ارشاد در نمایشگاه کتاب را مناسب نمیدانیم و هیچ نهادی حق جمع آوری کتاب ها را ندارد. با این حال وی گفته این موارد بسیار محدود بوده است آقای نوشابادی همچنین در پاسخ به خبرنگاری درباره اقدامات صورت گرفته برای دخالت نکردن نهادها و سازمانهای غیر از وزارت ارشاد در جمع‌آوری کتاب‌های مجوزدار عرضه شده در نمایشگاه کتاب گفت ما به مسئولان بخش های انتظامی گفته ایم که اگر در این زمینه نقطه نظری دارند باید آن را از طریق مسئولان نمایشگاه پیگیری کنند چون ما مداخله مستقیم این نهادها را در نمایشگاه مناسب نمی دانیم. مسئولیت برگزاری نمایشگاه بر عهده وزارت ارشاد است. وزارت ارشاد در نمایشگاه هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران دارد و اگر کتابهایی در نمایشگاه عرضه شود که چارچوبهای عرفی ما را نداشته باشد خودمان با آنها برخورد میکنیم سخنگوی وزارت ارشاد افسود در این چند روز هم مشاهده شده برخی از کتابها که مجوز داشتند به خاطر اینکه بخشی از بخش ها و فصل های آنها قابل دفاع نبوده جمع وریش ما در این زمینه به ناشرانی که کتاب هایشان واجد شرایط کافی برای عرضه در نمایشگاه نیست تذکر می دهیم و به آنها اعلام می کنیم که این کتاب ها را از قرفه هایشان جمع بری کنند. آقای نوشابادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آثار ضد انقلاب ها هم از سوی وزارت ارشاد می توانند مجوز بگیرند گفت بحث صدور مجوز آثار با افراد و صاحب آثار متفاوت است ممکن است افرادی افکارشان با ایده های نظام منطبق نباشد و التزامی به قانون و سیاست های نظام نداشته باشند. این افراد قطعا جایی برای فعالیت نخواهند داشت اما چنانچه اثری داشته باشند که بی نقص باشد و مطابق با ضوابط و هنجارهای شرعی و قانونی باشد و این موارد را رعایت کنند ممکن است ما به آنها مجوز داده باشیم یا بدهیم اما این مجوز به معنی تایید آنان نیست. وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا روز گذشته در گفتگوی خود در شهر سوچی در روسیه درباره گفتگوهای اتمی با ایران و مسئله تحویل موشک های 300 به این کشور تبادل نظر کردند هر دو طرف میگویند که هشت ساعت گفتگوهای آقای کری با رهبران روسیه تحولی مثبت بوده است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این دیدار نسبت به واگذاری سامانه موشکی 300 به ایران ابراز نگرانی کرده و گفته واگذاری سیستم موشکی یاد شده به ایران میتواند اثرات منفی داشته باشد با این حال به تایید کرده که واگذاری سامانه موشکی 300 به ایران نقض قوانین بین المللی نیست واگذاری سامانه موشکی 300 به ایران با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اواخر فروردین به جریان افتاده است مسکو سال 2007 در قبال قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار متعهد شده بود که این سامانه دفاعی را به ایران تحویل دهد اما به دنبال تحریم های بین المللی علیه تهران مسکو نیز از اجرای این قرارداد سر باز زد خودداری روسیه از تحویل موشک شکایت ایران از روسیه در مجامع بین المللی را به دنبال داشت خبرگزاری اینترفاکس در گزارشی نوشته که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهایی که او و ولادیمیر پوتین با جانکری داشتند اعلام کرده که مسکو و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران رضایت دارند آقای لاوروف گفت ما تبادل نظراتی داشتیم و رضایت خود را در رابطه با شیوه اجرای توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردیم از سوی دیگر جانکری عنوان کرده که گفتگوهای سریح با رئیس جمهوری روسیه درباره ایران سوریه و اوکراین داشته است آقای کری در توییتر خود نوشت در رابطه با موضوعات کلیدی از جمله مذاکرات ایران سوریه و اوکراین بحثهای سریحی با رئیس جمهور پوتین و لاوروف وزیر خارجه روسیه داشتم اهمیت دارد که خطوط تماس میان ایالات متحده و روسیه برقرار بماند تا بتوانیم مسائل فوری جهانی را حل کنیم خبرگزاری انترفکس همچنین بر اساس گزارش وزارت امور خارجی روسیه نوشته که سرگی لاوروف در گفتگو با همتای آمریکایی خود تأکید کرده که تلاش ها برای فشار بر روسیه از طریق تحریم ها را به جایی نمی برد. آقای لاوروف گفته است همکاری تنها بر اساس انصاف و حقوق برابر امکان پذیر است. نه آنکه یک طرف بخواهد چیزی را دیکته کند و زور به کار ببرد آقای کری بلند پای ترین مقام آمریکایی است که از زمان آغاز بحران اوکراین به روسیه می رود. روابط دو کشور از آن زمان به شدت تنزل کرده است غرب از روسیه به خاطر انضمام شبه جزیره کریمه به خاک خود انتقاد می کند و این کشور را به مسلح کردن شورشیان در شرق اوکراین متهم می کند و همین امر باعث شده آمریکا و متحدان اروپایی آن تحریم را علیه مسکو وعث کنند روسیه مسلح کردن شورشیان یا اعزام نیرو به اوکراین را تکسیب می کند با این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مشترک خبری سهشنبه شب با جانکری اشتراک نظر داشت که آتش بس اوکراین هنوز در مواردی نقض می شود بیش از 6000 هزار نفر در نبردهایی که از آوریل 2014 میان ارتش اوکراین و شورشیان مورد حمایت مسکو در نواحی شرقی دونتسک و لوهانسک شروع شده کشته شدند آقای کلی گفت اهمیت حیاتی دارد که آتش بس به دست آمده در مینسک در ماه فوریه به طور کامل در شرق اوکراین اجرا شود او گفت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در صورت رعایت آتش بس می کاهش یابد این در حالی است که سرگئی لاوروف در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفت تلاش ها برای فشار بر روسیه از طریق تحریم به بنبست میرسد ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره سفر جنکری به روسیه گفته است هدف از این سفر ادامه تلاش برای برقراری ارتباط مستقیم با مقام های ارشد روسیه و حصول اطمینان برای ارسال شفاف دیدگاه آمریکاست. دور تازه مذاکرات هسته ایران و گروه پنج بلاوه یک که از روز سهشنبه در وین آغاز شده بود امروز چهارشنبه نیز ادامه یافت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت امور خارجه ایران روز سهشنبه برای ادامه مذاکرات در چارچوب نگارش متن توافق جامع هسته به وین رفتند این دور از مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نماینده پنج بعلاوه یک تا روز جمعه ادامه دارد و به گفته سید عباس عراقچی قرار است معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا روز پنج دوشنبه ملاقات دو با یکدیگر داشته باشند و یک قرار ملاقات های جداگانه ای نیز با هیئت چینی، روسی و اروپایی تنظیم شده است. قرار است در پایان این دور از مذاکرات در وین نشستی عمومی با حضور معاونان وزیران خارجه پنج بعلاوه یک و ایران برای جمعبندی مذاکرات و نتایج به دست آمده برگزار شود. آقای عراقچی درباره این دور از مذاکرات گفت ما اکنون متنی داریم که بخش نسبتا قابل توجهی از آن درباره حتی همه عباراتش توافق شده ولی یک بخش از آن هنوز مورد اختلاف نظر است این عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند زودتر از دهم تیر ماه به جنبندی نهایی برسند. آقای عراقچی در این حال گفت عوامل مختلفی در داخل اتاق مذاکرات و خارج از آن است که میتواند مانع شود. ما با همه این عوامل همزمان در حال مقابله هستیم و مذاکرات را پیگیری میکنیم. در همین حال یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است اگر توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت امضا شود راه بازدید بازرسان این سازمان از بعضی تاسیسات نظامی ایران هموار خواهد شد این در حالی است که مقام های ایرانی از جمله رهبر این کشور علیه هر گونه حق دسترسی به این گونه مراکز بر اساس توافق جامع اتمی هشدار دادند آقای آمانو روز استشنبه در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت ایران بر اساس بیانیه مشترک لوزان به طور مشخص با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرده است. اجرای پروتکل الحاقی امکان دسترسی خیلی بیشتری به تاسیسات ایران در مقایسه با آنچه بازرسان آژانس اکنون دارد به با آنها خواهد داد. آقای آمانو گفته است این سازمان هرگاه که ناهمخانی یا مسئله غیر عادی در فعالیت های ایران به چشم می آید خواهد توانست خواستار دسترسی رفع ابهام یا بازرسی فوری شود. همزمان در مجلس ایران تندروها طرح تازه را علیه مذاکرات اتمی مطرح کردند. هشتاد نماینده روز سهشنبه طرح را برای کنار گذاشتن آمریکا از مذاکره با گروه پنج به علاوه یک ارائه کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح تیم مذاکره کننده اتمی ایران موظف خواهد شد هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ها درباره برنامه اتمی ایران را تا زمانی که دولت آمریکا تهدید خود را رسما و علنا کنار نگذاشته قطع کرده و مذاکره را با بقیه اعضای گروه پنج بلاوه یک بدون حضور امریکایی ها ادامه دهد. جواد کریمی قدوسی، اسماعیل کوسری، روح الله حسینیان، حمید رسایی، علی اصغر زارعی، مرتزا آقا تهرانی و سید مسعود میرکازمی از جمله نمایندگان امضا کننده این تر هستند. تقدیم این طرح با سه فوریت به هیئت رئیسه مجلس در حالی است که برخی از نمایندگانی که نامشان به عنوان امضا کننده آن ذکر شده اعلام کردند که جواد کریمی قدوسی با جملاتی متفاوت از متن تقدیم شده به هیئت رئیسه و همچنین با قید دو فوریت از آنان امضا گرفته است از جمله محسن بگلری نماینده سقز و بانه در مجلس گفت زمانی که کریمی قدوسی برای گرفتن امضا پیش ما آمد گفت میخواهیم نامهای به رئیس جمهوری بنویسیم تا شعن خود را در مذاکرات هسته ای حفظ کنیم و گفت اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می کنند و نسبت به آن معترض هستند در همین حال محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت تعدادی از نمایندگان امروز به هیئت رئیسه مراجعه کرده و تذکر کتبی خود را نسبت به این اقدام نماینده مردم مشهد اعلام کردند و نسبت شکایت داشتن. پیشتر به آن شکایت داشتند پیشتر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بود به نظر هیئت رئیسه مجلس فعلا نیازی به طرحهای جدید درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج بلاوه یک نیست پیشتر نیز باقر حسینی نماینده مجلس از مخالفت شدید علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با طرح فوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی خبر داده بود. روز دوشنبه 21 اردیبهشت علی متحری نماینده اصولگرای مجلس در همایش اسلام و آزادی در دانشگاه زنجان یک بار دیگر بر غیر قانونی بودن حصر رهبران مخالفان تاکید کرد و گفت هیچ کس را نمی توانیم بدون محاکمه و بدون اینکه دفاعیات او را بشنویم متهم کنیم او افزود بسیاری از اعترافات از عوامل دخیل در حوادث 88 در شرایط عادی گرفته نشده است پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 و اعتراض خیابانی بسیاری از چهره های مطرح نزدیک به اصلاح طلبان به زندان افتادند در مرداد ماه همان سال جمعی از خانواده های شدگان در بیانیه ای به استفاده از دارو برای در هم شکستن و اعترافگیری از بازدار شدگان اعتراض کردند و نوشتند اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد همه خانواده ها را نگران کرده و با توجه به اینکه اعترافگیری تحت فشار و آزار و در شرایط غیرعادی از جمله استعمال داروها های خاص برای تدارک بینندگان سناریوی انقلاب مخملی واجد اهمیت فراوان است و هر گونه افشای حقیقت در این زمینه برای آنان هزینه های گذاف دارد تلاش زیادی برای مستور ماندن این اقدامات غیر انسانی در زندان ها می شود. اعترافات افرادی مانند محمد علی ابتعی که زمانی رئیس دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بود و محمد اتریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی برای بسیاری این سال را به وجود آورد که آنها تحت چه شرایطی ظرف مدت کوتاهی این چنین تغییر نظر دادند. در آن زمان عباس کبی عضو شورای نگهبان گفت آقایان ابتهی و اتریان فر در خلوت زندان و دوری از فضای التهاب و وسوسه خناسان و با نگاهی به پیشینه سیاسی خود با شجاعت نسبت به رفتارهای اخیر خود اعتراف کرده و اظهار ندامت میکنند. علی متحری همچنین به دستگیری غیرقانونی گروهی از اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت برخی از زندانیان سیاسی همانند تاجزاده یک روز قبل از انتخابات 88 دستگیر شدند که تنها جرم آنها را میتوان حضور در ستاد فلان کاندیدا دانست. آقای متحری افزود است باید همه عوامل دخیل در حوادث 88 و علت اینکه کار در انتخابات 88 به اینجا کشید مشخص شود او افزوده باید ببینیم با اینها چه کار کردیم کسانی که هشت سال نخست وزیر و رئیس مجلس نظام بودند ولی در مسئله 88 به قانون تمکین نکردند این نماینده مجلس در سخنان خود انتقاد کرد که چرا به منتقدان اجازه حرف زدن داده نمی شود به گفت متاسفانه رویه در نظام جمهوری اسلامی باب شده که برخی منتقدان را در حصر قرار می دهیم و از حقوق اجتماعی محرومشان میکنیم و نمیگذاریم حرف بزنند و از خودشان دفاع کنند و اگر جرمی مرتکب شدند محاکمه شوند و اگر نه آزاد شوند علی متحری تنها نماینده مجلس و تنها چهره اصولگراست که علنی از حصر مهدی کروبی میر حسن موسوی و زهرا رهنورد انتقاد میکند همین نیز او را هدف حملات تندروها قرار داده است او زمانی که در اسفند ماه گذشته برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت و سخنرانیش لغو شد. آقای متحری به محض خروج از فرودگاه شیراز و سوار شدن به تاکسی با چوب و سنگ مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید و بر اثر گاز فلفل دچار مشکلات تنفسی شد. پیش از آن و در دیماه گذشته نیز به انگام سخنرانی در مجلس درباره حصر موسوی و کروبی با حجوم نمایندگان اصولگرا مواجه شد که با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنگر به وی حمله بر شدند. اپوزیسیون سوریه در اعتراض به دعوت جمهوری اسلامی به مذاکرات صلح ژنو اعلام کرده در این مذاکرات شرکت نمیکنه و نقطه نظرات خودش رو تنها از طریق نامه به سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور سوریه ارسال خواهد کرد. خوشان مربه معاونت اطلاف ملی سوریه گفته اعضای این اطلاف نسبت به دعوت از جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین متحد اسد به این مذاکرات اعتراض دارند. او گفته در شرایطی که اپوزیسیون سوریه در هفته های اخیر موافقیت های چشمگیری به دست آوردن این گونه جلسات آن هم با دعوت از ایران بیشتر شبیه جلسات مشورتی هست نه مذاکرات سر اپوزیسیون سوریه معتقد حضور جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین متحد منطقه اسد به پیشرفت این مذاکرات کمکی نخواهد کرد استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از هفته پیش با دعوت از برخی چهرهای اپوزیسیون سوری و همینطور نمایندگان رژیم اسد از جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت کرده بود تا در این مذاکرات شرکت بکنه هرچند پیشتر برخی مخالفین اسد حضور ایران در این مذاکرات رو مشروط به پذیرش بیانی جنف بودن. بیانیه ژنو کرده بودند بیانیه‌ای که در واقع بر کنارگیری اسد از قدرت و تشکیل دولت انتقالی تاکید داره اما حالا ائتلاف ملی سوریه به عنوان بزرگترین تشکل مخالف رژیم اسد از نحوه دعوت و عملکرد استفان دمیستورا انتقاد میکنه و میگه نماینده سازمان ملل متحد به اعتلاف ملی سوریه اجازه نداده تا به اختیار خودش نماینده به این مذاکرات معرفی کنه خوشان مربه از اعضای این اعتلاف در این رابطه گفته که استفان دمیستورا تنها اصرار بر حضور خالد خوجه رئیس این اطلاف رو داره در حالی که دولت سوریه نمایندگان متعددی به این مذاکرات فرستاده. با این حال او اعلام کرده که با علم به بی نتیجه بودن چنین نشستی مواضع اطلاف ملی سوریه رو در قالب دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان اعلام خواهد کرد. مخالفین اسد نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در این کشور در طی چند سال گذشته به شدت اعتراض دارند و خشمگین هستند به ویژه اونها همواره اسناد و مدارکی رو به رسانه ها و سازمان های جهانی ارائه میدن و عنوان میکنن اغلب تجهیزات و سلاح که در سوریه علیه غیر نظامیان به کار برده شده از سوی ایران در اختیار رژیم اسد قرار گرفته و طبعا ایران صلاحیت یک مذاکره کننده بیطرف رو نداره اما پیرامون همین رویداد یعنی هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در سوریه اشاره بکنم در تازه ترین این حملات روز گذشته جنگنده های ارتش اسد با بمب بشکه یک ایستگاه مینیبوس رو در شهر حلب مورد حمله قرار دادن این حمله 20 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته که باز هم اغلب کشته شدگان کودکان و زنان هستند